بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروز ما در رابطه با اجزای در رابطه با اتم می باشه که در درس گذشته شما در مورد عنصر و همچنان در مورد اتم یک مقدار معلومات حاصل نموده بودین. درس ما درس هشتم است و موضوع اتم و اجزای آن می باشه که جلسه ما هم جلسه نهم می باشه. شاگردای عزیز، صفحه 21 کتابتان را باز میکنید که متن درس یک بار براتان به خوانش میگیرم. اتم کوچکترین ذره اساسی یک عنصر است که دارای کلیه خواص همان عنصر میباشد و متشکل از هسته یعنی مرکز و کتله و مدارها یعنی قشرهای الکترونی به شرح زیر میباشد. یعنی در زیر برتان توضیح داده. اول هسته. در مرکز اتم هسته قرار داشته، کتله اتمی آن را تشکیل می دهد و دارای پروتون های مثبت و نیوترون های خنسا می باشد. طوری که کتله پروتون ها و نیوترون ها با هم مساوی می باشد، ولی پروتون ها دارای چارج مثبت برقی می باشند، اما نیوترون ها دارای چارج نمی باشند و خنسا هستند. قشرهای الکترونی. الکترون ها ذرات کوچک اتمی اند که به دور هسته اتم به مدارهای معین و سرعتهای معین در حرکت بوده و دارای چارج واحد برقی منفی و کتله آنها 1/1840 حصه کتله پروتون و نیوترون می باشد. برای اینکه اتم یک عنصر در طبیعت به حالت خنسا و بدون برق باشد، همین تعداد الکترون ها و پروتون های آنها مساوی می باشند، یعنی پروتون ها مساوی به الکترون ها می باشند. چارج های مثبت مساوی به چارج های منفی. تعداد پروتون های یک عنصر به نام نمبر اتمی آن یاد می شود. ساختمان اتم عناصر مختلف در شکل زیر به مشاهده رسیده که شما در کتابهایتان ببینین. اتم کربن، اتم نیتروژن، اتم اکسیژن و اتم هیدروژن می باشد. دیده می شود که عناصر اساس و تهداب مرکبات عضوی یعنی موجودات زنده و غیر زنده یعنی مواد غیر عضوی، مواد مدنی را تشکیل می دهد. بنابر آن دارای اهمیت و ارزش خاص می باشد، یعنی در تشکیل عالم دارای اهمیت و ارزش خاص می باشد. خب شاگردا، به تشریح درس می پردازیم. عنوان درس ما چی بود؟ اتم. تعریف اتم در درس قبلی هم خوانده بودیم که گفتیم اتم کوچکترین ذره اساسی یک عنصر می باشه. حالا دیگه شما باید با نام عنصر آشنایی داشته باشین و در مورد عنصر بفهمین تا ای که درس بعدی را یاد بگیرین و بفهمین که اتم چیست. خب پس تعریفی بر اتم داریم که عبارت از کوچکترین ذره یک عنصر که خواص همان عنصر را دارا باشد به نام اتم یاد می شود. خب مثلا یک مثال برتان بگویم. قبلا گفتم که در بین قلم‌های پنسل گرافیت یعنی یک نوع کربن وجود داره. کربن، اگر ما یک نقطه از امو کربن روی صفحه کاغذ بگذاریم، همو یک نقطه به اندازه تعداد میلیون ها اتم داره. پس شما باید بفهمید که اتم چقدر کوچک است. با همی کوچک بودنش دارای اجزا هم می باشد، یعنی به جزهای تقسیم شده دوباره که او عبارت از هسته. پس گفتم میتونیم که اجزای اتم شامل شامل هسته و قشرهای الکترونی می باشد. هسته و قشرهای الکترونی. موقعیت هسته در کدام قسمت است؟ موقعیتش در مرکز، در قسمت مرکز اتم می باشد و در بین هسته پروتون ها
و نیوترون ها قرار دارد. خب، هسته جزی از اجزای اتم است که موقعیتش در مرکز اتم و دارای هسته و پروتون و هسته دارای پروتون ها و نیوترون ها می باشند. تعداد پروتون ها و نیوترون ها را همیشه به شکل مساویانه می باشند در داخل هسته و بعضی وقتا متفاوتتر در بعضی عناصر تفاوت دارند. خب در اینجا حال ساختمان اتم براتون ترسیم میکنم، شما ببینید که هسته در کدام قسمت است و قشرهای الکترونی چی هستند. نگفته نمانه که در قشرهای الکترونی الکترون ها قرار دارن. الکترون ها، چارج الکترون ها منفی و به حرف ای نشان داده میشه، ای قسم بالاش علامه منفی نوشته میکنیم. نیوترون ها به حرف ان نشان داده میشه و بالاش علامه صفر میباشه، یعنی چارج نداره. پروتون ها را به سمبول پی نوشته میکنیم و بالای از ای علامه مثبت میباشه، یعنی که چارج مثبت داره. خب قشرهای الکترونی، وقتی که یک اتم رسم میکنیم، ساختمان اتم اولین قسمت از این هسته میباشه، بعدش قشرهای الکترونی که در عناصر مختلف تعداد قشرهای الکترونی متفاوت میباشن و فرق دارن. اینجا خب در داخل هسته پروتون ها با چارج مثبت و نیوترون ها با چارج خنسا وجود دارن. در قشرها تعداد الکترون ها وجود داره که در درس‌های آینده براتون توضیح میدم که کدام قشر تا چی حد گنجایش الکترون را داره. این ساختمان اتم است. خب اتم های مختلفی که در اینجا ترسیم شده در کتابتان، اتم کربن میباشه. به طور مثال اگر در نظر بگیریم اتم کربن، خب حال اتم کربن براتون رسم میکنم. کربن دارای هسته، تعداد پروتون های 6 پروتون، 6 نیوترون، دارای دو قشر الکترونی می باشه. قشر اول الکترونی دارای 2 الکترون، قشر دوم الکترونی دارای 4 الکترون. خب الکترون ها را میتونیم با سمبول این نشان بدیم یا به شکل نشان بدیم. چارج های از اینا منفی میباشه، پروتون ها مثبت میباشه. تعداد پروتون ها معمولا با تعداد الکترون ها مساوی میباشه، به دلیل از اینمی که چارج های مثبت همیشه چارج های منفی را نگهداری میکنه، یکی دیگه خود بینشان قوی جذب وجود داره و به همین سبب است که یک اتم باثبات میباشه و از بین نمیره. دلیلش اینمی است که چارج های مثبت پروتون چارج های منفی الکترون ها را نگهداری میکنه. اما تفاوت پروتون با الکترون ها در حدی است که یعنی یک هزار ببخشین یک بر یک هزار و 840 مرتبه یک الکترون کوچکتر از پروتون می باشه. این به این معناست که اگر ما یک پروتون 1840 پارچه بسازیم، یک ذره کوچک اونمو یک ذره شبارت از یک اتم می باشه. اما رول اساسی را در تعاملات کیمیایی امی اتم ها با الکترون ها بازی می کنند که در بین عناصر تبادله الکترون ها صورت می گیره که یک عنصر بر عنصر دیگه یا الکترون می بازه یا الکترون می گیرند که مرکبات مختلف تشکیل می کنند. خب دیده می شود که اساس و تهداب مرکبات عضوی و غیر عضوی را همی اتم ها و مرکبات تشکیل داده. وقتی که مرکبات عضوی میگیم یا غیر عضوی میگیم، هدف از چی است؟ مرکبات عضوی مرکباتی هستند که قابلیت سوختن دارن، یعنی در عضویت موجودات زنده بیشتر میباشن، و مرکبات غیر عضوی مواد مدنی هستند که در معدن بیشتر پیدا میشن. شاگردای عزیز، یک بار دیگه درس براتون یک خلاصه و جمع‌بندی میکنم برای اینکه شما بهتر بفهمین. درس امروز ما در مورد اتم بود. گفتیم که اتم کوچکترین ذره یک عنصر میباشه که در تمام قسمت‌ها خواص امو عنصر داره. به طور مثال اگر ما نام میگیریم که اتم آهن میگیم، کوچکترین ذره آهن اگر امو کوچکترین ذره هم است و تعداد مقدار زیاد آهن است،
کلشان همو یک خاصیت دارا می باشند و اجزای اتم شامل هسته و قشرهای الکترونی می باشه که شما در شکل به خوبی دیده می تانین. این قسمت به نام هسته یاد می کنیم. هسته می باشه و در دوره هسته قشرهای الکترونی قرار دارند که در داخل هسته پروتون ها و نیوترون ها وجود داره که پروتون ها چارج مثبت، نیوترون ها چارج منفی را داره می باشند و الکترون ها دارای چارج منفی می باشند و دلیل موجودیت امی چارج مثبت و منفی است که یک اتم باثبات می باشه و از بین نمیره. و مواد مدنی هر آنچی که وجود داره متشکل از امی اتم های عناصر مختلف هستند که اگر چی مواد عضوی باشه یا مواد غیر عضوی باشه، همه از اینا از عناصر مختلف و اتم های مختلف تشکیل شدن. شاگردای عزیز، در صفحه 22 همه کتابتان سوالات ارزیابی است که ایر از شما میپرسم. شما با خود فکر کنین که چقدر درس امروز فهمیدین، آیا جوابش میفهمین یا نمیفهمین. عناصر چی نوع موادند؟ خب شما جواب ازیرا پیدا کنین، فکر کنین همی لحظه عناصر چی نوع موادند؟ سوال دوم، در طبیعت چند عنصر شناخته شده؟ شما تعداد عناصر فهمیدین که با چه تعداد عناصر در طبیعت وجود داره؟ هدف از عناصر طبیعی است، یعنی عناصری که خودشان با وجود میان و در طبیعت وجود دارن. عناصر در طبیعت چی اهمیت داره؟ خب عناصری که در طبیعت وجود داره کدام اهمیت دارن؟ خب دقیقا معلوم دار است که همه از اینا مورد استفاده زندگی ما قرار میگیره و بر ما های اهمیت میباشند. شما خودتان فکر کنید که کدام اهمیت داره و چی میفهمید در مورد اهمیت از این. اتم چیست و چی اهمیت داره؟ اتم چی است؟ شما تعریف اتم را پیدا میکنین و اهمیتش هم فکر میکنین که اهمیت اتم در زندگی ما و در طبیعت داره کدام اهمیت میباشه؟ خب سوال کارخانگیتان، موادی را که به حیث عنصر در محیط ما حول خود میشناسید، در صورت امکان با کمک اعضای خانواده خود نام آنها را در کتابچه هایتان لست نموده و به همصنفانتان بیان کنین. شاگردای عزیز، هر آنچی را که در مورد مواد میفهمین که از عناصر خالص هستند، یعنی در اینجا از پیش شما شناخت عناصر خواستن که موادی که از عنصر خالص تشکیل شده کدام ها هستن، آیا شما میشناسین؟ هر آنچی را که شناخت دارین در کتابچه هایتان لست میکنین و تفاوت از را با مرکبات هم پیدا کنین که چی تفاوت دارن. درس ما در همینجا به پایان میرسه. شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم. الله حافظ و نگهدارتان.